همانا که داری ز گردون نژاد، کنی پیش من گوهر پیش یاد. ز کف بفکنین گرز و شمشیر کین، بزن چنگ بیداد را بر زمین. نشینیم هر دو پیاده به هم، به می تازه سازیم روی دژم. بمان تا کسی دیگر آید برست، تو با من بساز و بسازیم بس. دل من همی بر تو مهر آورد، همی آب شرم به چهره آورد، درود و پروردگار سخن پارسی فردوسی کبیر، و درود بر شما پارسی زبانان. یار ما هستی در نشستی که همراه دوستان و هنرمندان و علاقمندان به فرهنگ ایران زمین با هم در مورد پروژه سیمرغ خواهیم داشت. قبل از هر چیز سپاسگزارم از خالق اثر سیمرغ که این فرصت را فراهم کردند تا در کنار ایشان با حضور جناب دکتر محمود خوشنام و جمعی از علاقمندان و حامیان سیمرغ، جناب آقای رضا برون، دانشجوی موسیقی، آهنگساز و بنیانگذار و سرپرست گروه مهرآوا، جناب آقای دشتی زاده، مدیریت شبکه پی دی اف که جزء حامیان سیمرغ هستند، و رامین عظیمیان، نوازنده سیمرغ. سیمرغ را با هم به بحث می‌کشیم. با جناب متبسم شروع می‌کنیم. جناب متبسم خوش آمدید. درود بر شما، لطف دارید. تا آنجایی که من شما را می‌شناسم تسلط بسیار زیاد و خوبی دارید بر ادبیات فارسی. آشنایی شما با فردوسی چگونه است و چگونه شد که سراغ فردوسی رفتید و چرا زال کنید؟ با درود به شنوندگان و بینندگان شبکه PDF و سپاس از شبکه PDF به خاطر حمایتی که تا به حال داشته، به خصوص جناب دشتی‌زاده عزیز، امروز در خدمتشون هستیم که بدون حمایت شما و دوستان دیگری که تا به حال همراه ما بودن، در واقع این پروژه تا به اینجا نمی‌رسید. یه نکته رو اشاره بکنم، تسلط بسیار زیاد به ادبیات فارسی بنده البته ندارم، شما لطف دارید به من، ولی من هم علاقه‌مند به ادبیات ایران هستم و در اندازه‌ای که در ارتباط کارم هست سعی کردم که دانشی پیدا بکنم که خطا نداشته باشم در تلفیق شعر و موسیقی و درک مطالب و موضوعاتی که در ادبیات فارسی هست. خب من فکر نمی‌کنم پارسی زبانی در جهان وجود داشته باشه که فردوسی رو نشناسه و فردوسی غرورش نباشه و فردوسی به عنوان مظهر زبان و شعر فارسی براش مطرح نباشه. از افتخارات بزرگ همه ماست و به همین دلیل هم مسئولیت من در این کار بسیار زیاد بود، چرا که شاعران بزرگ دیگر پارسی زبان رو دوستان و همکاران تا به حال بسیار روی اشعارشون کار کردن و به هر حال این مسئولیت در واقع تقسیم شده بین همه، ولی در رابطه با فردوسی کمتر چون کار شده احتیاط و به هر حال یک مقداری دست به اسارا رفتن در ارتباط با شعر ایشون در واقع
موجب این شد با وجود علاقه بسیاری که سالیان سال داشتم که روی اشعار فردوسی کار بکنم، این به تعویق افتاد تا اونجایی که جسارت بیشتری پیدا بکنم یا تجربه بیشتری پیدا بکنم در زمینه آهنگسازی، یا اینکه به هر حال شرایطی پیش بیاد که ایده و نظری باشه برای آغاز کار. من میدونم که 3 سال و اندی طول کشید تا این پروژه آماده شد، این کار، و زحمت بسیاری بود. یکی اینکه نگفتید چرا زار رو انتخاب کردید از این مبحث، از فردوسی. دوم اینکه یار و همراه شما در مسائل فردوسی و ادبیات ایران در پروژه سیمور کی بود؟ چون شما یک کار گروهی به معنای واقعی کلمه همیشه انجام میدید و استفاده از چه کسانی شده؟ خب داستان انتخاب داستان زال به عنوان یک داستانی که به جوانب مختلف زندگی انسان در واقع میپردازه برای من جذاب بود، چرا که خب ما فردوسی رو همیشه به پهلوان داستان پهلوانی ها و جنگ رستم یار و دیو سفید و این گونه بیشتر میشناسیم و بیشتر به این شکل مطرح شده، در حالی که فردوسی داستان ها و افسانه های اشعار فردوسی در واقع تراژدی زندگی انسان هست و میپردازه به تمام دغدغه‌های انسانی در اشعار، و من خیلی مایل بودم که به جنبه‌های دیگر موضوعات شعر فردوسی که کمتر پرداخته شده بپردازم و در واقع زندگی یک قهرمانی رو مثل زال از زوایای مختلف بشکافم، و به خاطر همین دنبال داستانی میگشتم که این گونه باشه، که البته با یار دیرین محسن بنایی که از ابتدای کار به دلیل دوستی قدیم ما همراه من بود و ایشون در کنار رشته پزشکی رشته زبانشناسی رو بسیار فعال دنبال کرده و آشنایی داره به شعر پارسی و به خصوص علاقه ویژه‌ای به فردوسی داره، از این جهت بود که با کمک ایشون در واقع در انتخاب اشعار، چون یه داستان زندگی زال بیش از 400 بیت شعره، اگر قرار باشه که رو تمام این کار بشه در واقع در حوصله موسیقی نخواهد بود و یه قطعه خواهد بود مثل یک سریال تلویزیونی که قسمت‌های مختلف داره و هیچ وقت به پایان به راحتی نمی‌رسه. در انتخاب اشعار به گونه ای که حلقه داستانی این موضوع زندگی زال از هم پاشیده نشه، ایشون به من کمک کردن در انتخاب یک نسخه معتبری و یک روایت معتبری از اشعار. غیر از محسن بنایی پس و پس از اون دوستان بسیار زیادی که نامشون در وبسایت پروژه سیمرغ ذکر شده همراه من بودن که در زمینه‌های مختلف از درست کردن همون وبسایت که در واقع شرکت شیوا همراهی کرد با من از اون ابتدا، و دوستانی که در زمینه‌های مختلف برای جذب اسپانسر برای ترجمه مطالب به زبان انگلیسی و در زمینه‌های مختلفی که از مدیریت ارکستر از نظم دادن به ارکستر و تمام موارد احتیاج بود دوستان بودند و با من همکاری کردند. جناب خوشنام، شما با توجه به سابقه‌ای که در موسیقی ایران دارید، بله، و سالهاست به عنوان کارشناس موسیقی، اتفاقاتی که در پهنه‌اش موسیقی ایرانی افتاده پیگیر بودید، چه کارهای مشابهی روی فردوسی انجام شده؟ بله، به نظر بنده کاری که آقای حمید متبسم کردن در واقع تکه، یعنی در تاریخ موسیقی شاعرانه ایران یا شعر آهنگین ایران کمتر کسی به این شیوه کار کرده، یعنی من دست کم من در نظر ندارم.
البته به سمت ادبیات فارسی خیلی زیاد در موسیقی ایران مطرح شده، بیشتر بیش از همه همونجوری که آقای متبسم اشاره کردن سراغ شاعران لیریک رفتند آهنگسازان، یعنی به حافظ و سعدی و مولوی بیشتر پرداختند و این برای اولین بار البته نیست، ولی برای اولین باری که به صورت جامع به فردوسی پرداخته میشه. من دو مورد رو در ذهن دارم، البته شاید موارد دیگری هم باشه. یک مورد موردی است که در سالهای 1315 تا 20، یکی از سالهای دومین دهه خورشیدی، قرن جاری خورشیدی، آقای مرتضی حنانه، روانشاد مرتضی حنانه به سراغ فردوسی رفت و در هزاره فردوسی که جشنی برگزار می شد روی اون شعر معروف بسی رنج بردم بدین سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی، قطعه گذاشت با ارکستر بزرگ اجرا شد، با ارکستر سمفونیک زمان که فکر می‌کنم ارکستر بلدیه بود هنوز، درست در خاطر ندارم، ولی چیز قطعه کوتاهی بود، البته آنچنان درخشان جلوه کرد همون کار که سبب گرفتن بورسی شد از سوی دولت ایتالیا، از دولت ایتالیا برای تحصیل در ایتالیا، که آقای حنانه رفت به ایتالیا و آهنگساز و موسیقی فیلمساز برگشت. مورد دوم، مورد آقای سمین باغچبان، آهنگساز برجسته ایرانی است که قطعه رو اتفاقا او هم همین داستان زال رو انتخاب کرده بود، با عنوان زال و رودابه اپرایی نوشت، البته ناقص در دو پرده که باید بعد کامل میشد، و این در شب افتتاح تالار رودکی در سال 1346 همراه با یه قطعه دیگری روی صحنه آمد. ولی آنچه که در مورد بعد از اون من دیگه ندیدم توجهی به کار فردوسی، میگم شاید بنده به نظرم در نظر از نظرم رفته بوده و بنده خبر ندارم، ولی آنچه که به خصوص برنامه آقای پروژه آقای متبسم رو برجسته میکنه این نیست که تنها به سراغ فردوسی رفته، به سراغ فردوسی رفته از یک زاویه تازه نگاه کرده به فردوسی. همونطور که خود ایشون اشاره کرد، معمولا فردوسی که مطرح میشه آدم بیاد داستانهای حماسی و شاهنامه میفته، ولی آقای متبسم بیشتر از حتی حماسه من فکر میکنم به مسائل عاطفی و جنبه های دراماتیک قصه توجه داشته و زیباترین تا اونجا که بنده شنیدم زیباترین قسمت های سیمرغ هم همون جاهایی است که در واقع تشریح میکنه ناراحتی سام رو از یافتن فرزندی که موی سفید داره و بچه دیو خیال میکنه هست اول، و این موسیقی آنچنان این کاتاستروفه رو در واقع، آنچنان این فاجعه رو که پیش آمده برجسته جلوه میده که به نظر بنده بسیار دلانگیزه. همینطور در مورد عشقی که میان رودابه و زال به وجود میاد در واقع موسیقی عاشقانه ای میشود که بسیار دلانگیزه و نوع ویژه ای از این نوع نگرشه. چیزی که من میخواستم بگم در نوع کار آقای متبسم رو من نمیدونم میشه موزیکال عنوان کرد، میشه بعضی ها گفتن اپرت، حالت اپرت داره، در حالی که درست نیستین، ولی یه نوع یا حتی یه شباهت هایی به اوراتوریو داره. اوراتوریو های قدیمی کلیسایی بیشتر به مذهب میپرداخت، ولی اوراتوریوی آقای متبسم به عشق و عواطف انسانی بیشتر پرداخته و از این بابت هم یه ویژگی دیگری داره. یه ویژگی دیگری که باز بنده وقتتون زیاد نیست که دارم میگیرم، ولی اجازه بدید تا در ذهن دارم این چند نکته رو بگم. نکته دیگر این است که نوع ترکیب ساز، سازآرایی قطعه بسیار سازآرایی جالبی است. یعنی کلام به صورت دکلاماسیون با کلام به صورت آهنگ نویسی شده به کار رفته، صدای سوپرانو و میتو سوپرانو در کنارش هست، به اضافه صدای خوانندگی که باید آقای شجریان فرزند، آقای همایون شجریان خواندن، و ترکیب اینا با هم دیگه یک وضعیت خیلی ویژه‌ای رو از نظر شنوایی ایجاد میکنه. یعنی آدم واقعا باید گوش و هوش کاملی داشته باشه بتونه تمام بخش‌های ترکیب شده و پیوند خورده به هم دیگه رو
تشخیص بده. در جمع کاری که به وجود آمده یک کار واقعا باز واجب کمیاب رو میشه به راحتی در موردش به کار برد. نه تنها کمیاب است که سخت به دل می‌نشینه. و نکته دیگری به خصوص هست و اون اینکه داستان در یک جای ختم میشه که به نظر میاد که ناقصه، یعنی در جایی که رودابه و زال به همدیگه میرسند و در واقع کلید گم میشه و جمله ویژه اینجا هست، من اینو نگاه کنم، میگه چو خورشید تابنده شد ناپدید، در حجره بستند و گم شد کلید. همینجا در واقع قصه رو تموم میکنند، ایشون باگذار میکنند به بیننده قطعه، به شنونده و بیننده، احتمالا بیننده هم خواهد داشت چون در سالن ها هم برگزار خواهد شد، که حدس بزنن که در انتها چه خواهد شد. دیگه ادامه داستان زال در اونجا نیامده و همونطور که خودشون گفتن 400 بیت داستان حماسی عاشقانه رو نمیشه در یک طرح یک ساعته گنجاند و این میماند، این کنجکاوی ها برای همه بماند تا انشالله ادامهش رو در یک برنامه پروژه دیگری آقای متبسم عرضه بکنن. من به هر حال به سهم خودم به عنوان یک دوستدار موسیقی تهنیت میگم به آقای متبسم برای این پیروزی که در این کار به دست آوردن و میدونم که ایشون آدمی که اهل قره شدن نیستند و میدونن که همچنان باید دنباله کار رو گرفت و من آینده بسیار درخشان رو برای ایشون آرزو میکنم. خیلی متشکرم. با هم نگاه میکنیم به قسمت کوتاهی از برنامه پروژه سیمور که این موقعی بوده که کار صوتی سیمور در تالار دودکی در ایران ضبط شده و تصویر برداری هم شده. با هم ببینیم.